و به ما پاسخ بده و انجمن پادشاهی آیین ریشه‌ای و اون یورشی که ما برای رهاسازی کلی ایران داریم برمیداریم میپیوندی یا نه. اگر پیوست، ما ایشون رو جلوی ملت ایران گفتیم دست به طرفش دراز میکنیم با همه بدکاری هایی که بوده. اگر نپیوست، ما به مردم ایران خواهیم گفت ملت ایران اینه قربون شکلت برم، ما کاری پس خلاف انجام نمیدیم. و امروز اون رنسانسی که همه ازش صحبت میکنن اینه که بایستی با صراحت همه مشکلات رو راجبش حرف زد. و یا یک آقای دیگه‌ای که اومد و برای اینکه اون چرا که ما گفتیم دقیقاً از 4 سال پیش هر چه ما گفتیم ایشون میره شب میشینه فرداش میاد میگتش، دقیقاً مثل این تیکاست. ولی ما نمیگیم او باید کشته بشه، ما میگیم آدمیست این کارو کرده. اما شما ببینید که الله چقدر ضعیفه، یعنی دقیقاً در این شخصی که آمده و میگه میخوام برم و فلان کنم و حخا و پخا و مخا، ایشون اومد نشست برنامه های 4-5 ساله ما رو دید و به خود ما هم پیش از برنامه آمد زنگ زد و من بهش گفتم آقا خراب نکنین، فقط این برنامه رو ما 4-5 سال روش زحمت کشیدیم که بریم به میهن، برنامه ریزی شده، ما میدونیم آخوند نمیاد از این چرندیاتی که گفته میشه با تو برخص و ریشش رو بزن و برو این حرفا، شما برای بیرنگ کردن اون کاری که ما کرده و داریم میکنیم اومدید نکنید این کار رو. اما ما فتوای قتل و ویل لهم رو نمیگیم، اما شما ببینید و تازه ما یک انسانی هستیم که ممکنه خطا هم بکنیم، از انسان خطا ممکنه سر بزنه. اما اینجا این الله میگه فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، یعنی همون کار تقلید، کسانی که تقلید الله رو بکنن کتاب بنویسن بگن این مال الله، ثم یقولون هذا من عند الله، یعنی تقلید الله رو کردن. میگه فویلون، وای بر اونا، لیشترو به سمنن قلیلا، براش یه پول کمی به دست بیارن. البته قضایا شباهت زیادی داره، این آدمک هم همین کارو داره میکنه، ولی ما نمیگیم باید وای بر او و کشته بشه. اینجا حسابش اینه که باز میگه فویلون لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اون چیز که اینها دستاشون نوشت، و ویلون لهم مما یکسبون، و وای بر اونها از اون که از اون کسبی که از راه این نوشته به دست میارن، یعنی تقلید خدا رو کردن. آقای الله یه چیزی گفته اونم اومده تقلیدشو میکنه، همش وای گفت به حالش، یعنی دیگه همه چیز این وای به حالش همه چیز هست. و قالو لن تمسن النار، اون وقت اینا میگن که قالو گفتن لن تمسن النار، آتش ما رو مس نمی کنه، لمس نمی کنه، الا ایامن، ما آتش رو لمس نمی کنیم، لن تمسن النار الا ایامن معدود، به جز یه روزای کمی ما به آتش دست نمی زنیم. قول بهشون بگو اتخذتم عند الله عهدا، شما با این الله یک پیمانی بستید، فلن یخلف الله عهده، الله عهد خودش رو خلافش نمی کنه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، اما شما چیزی به الله میگید که انجام نمیدید. اصلا اینا نه که الله کجا بوده اینا بشینن باش قرارداد بنویسن. آدم هایی در همون زمان آدم های بی سواد، آدم های گرفتاری بودن که حالا دلش خواسته یک کتاب بنویسه بگه این مال اونه، قتلش و ویلون ویلون و ویلون و ویلون، که یعنی دیگه همه مجازات ها درش در این ویل هست. شایسته نیست که الله خودشو بیاره در این سطح و با یه آدمی که دلش میخواد یک کتاب بنویسه بگه آقای مال الله هستن، چی میشه؟ چیزی از الله کم میکنه؟ نه اصلا. ولی اون کسی که این پشت این جبهه نشسته میخواد فردا مردم رو خر کنه بیاره توی جبهش و لشکر بسازه بیاد به ایران حمله کنه، برای او مهمه، میخواد نفسها رو ببره. بعد میگه بلا من کسب سیعتن و احاطت به خطیعتو، ولی اما اون کسی که بد میاندوزه، بد به دست میاره و خطای او بر او محیط میشه، بر او مستلط میشه، فاولای که اصحاب نار هم فیا خالدون، اونها منظورش همون کسایی که کتاب نوشتن و منظورش همون کسایی که با الله به قول خودش پیمان بستن و عمل نکردن،
میگه بله فاولائی که اصحاب النار، اینها یاران آتش هستند، هم آنها فیها خالدون، در آن آتش جاودانه میمونند. همین واژه هم فیها خالدون رو شما وقتی به بچه حزب الله میگی، میگه خب بله خدا قدرت داره او رو همیشه تو اون آتش نگه داره، ولی منطق آدمی رو بهش نگاه نمی کنه. شما اگر کسی رو یک ساعت در این آتش نگه دارید میسوزه، جزغاله میشه، بعدم زغال میشه، بعدم پودر میشه، ولی بچه حزب الله میگه خدا خواسته این رو همونجوری زنده تو آتش نگه داره. اگر یه همچه خدایی باشه که زنده ی آدمی رو همینجوری توی آتش نگه داره، خالدین هم یعنی آنان، فیها در آن آتش، خالدون یعنی جاودانه خواهند بود، این دو حالت داره: یا نمیفهمه میگه این شخص پودر نمیشه و نمیفهمه که این پودر میشه، یا میخواد بگه که اینو قدرت داره همجوری زنده تو این آتش نگه میداره. در هر دو صورتش، اگه اولیش باشه نفهمیده که خب بسیار مخلوق نفهمیه، اگر فهمیده و این کارو کرده، یه نفر رو زنده تو آتش خالد نگه میداره، جاودانه نگه میداره، که مخلوق بسیار دیکتاتور و اصلا جنایتکاریه، هیچ جریمه اونقدر نمیتونه باشه که یکی فقط آمد کتاب رو نوشت گفت مال این آقاست، حالا نوشت. اگه کتاب تو برحق باشه، اون کتابش هیچ غلطی نمیکنه. شما بیای این جریمه رو برش قائل بشی. هم فیها خالدون، ببینید، بله بلا من کسب سیعتن و احاطت به خطیعتو، اون کسی که کار بدی کرد و خطای او بر او مستولی شد، اون رو احاطه کرد، فاولائی که اصحاب النار، اونها کسانی هستن که در آتش گذاشته میشن، هم آنان فیها در آن آتش خالدون، جاودانه میمونن، که من عرض کردم بهتون دو حالت داره: یا جاهله نمیدونه که اگر کسانی رو شما یک ساعت در آتش نگه دارید جزغاله میشه و زغال میشه و خاکستر میشه، میره پیکارش، یا به این متکیه که این رو زنده در آتش نگه میداره، قدرتیست، بله میتونه این کار بکنه، اینو در آتش زنده نگه میداره. در این صورت خب یک مخلوق دیکتاتور جنایتکاره که کسی رو زنده در آتش نگه داره به جرم این که مثلا اومده یک کتابی نمیشه گفته این مال اللهه. اینا رو باید فرزندان این آب خاک درست بهش توجه داشته باشن. بنده دیروز هم گفتم، امروز هم میگم، من هنگام بازگشایی تازینامه دو نفرم، یک نفر که ترجمه میکنه، امین ترین کسی که در طول تاریخ قول شرف میدم در بازگشایی واژه ها کارش رو دقیقا مثل یک آدم بی‌طرف انجام میده، اما وقتی تموم میشه و میام از راه فلسفه بازگشاییش بکنم برای شما، اون موقع من فولادوندم. من یک انسانیم، تاریخ، فلسفه و سیاست خوندم، هر ستا اینا رو به خدمت میگیرم برای اینکه بتونم در این زمینه این خدمت اون چرا که باید انجام بدم انجام بدم. یا نمیشه، این دو حالت داره: شما اگر این شخص رو میخوای در آتش نگه دارید، هم آنها این اشخاص فیها در این آتش خالدون هستن، شما